سه سال گذشت سه سال کار سه سال خواب سه سال خواب دیدن تا اینکه یک روز آن سوی خیابان چهره آشنایی دیدم مردی با خانومش و یک بچه کوچک نزدیک بود اتوبوس لهم کند سریع به آن سوی خیابان دویدم بله خودش بود همان دوست علی که نامه او را برای روز عقد پنهانی به من داد همان عقد ناکام بیشناسنامه گمانم اسمش اکبر بود حاج اکبر هر سه رویشان را برگرداندند باد میوزید حاج اکبر سلام داد گفتم خیلی وقته خیلی وقته چی؟ نمیدانستم جمله ام را چگونه ادامه دهم خودش به دادم رسید خیلی وقت میگذره خانمش چادرش را به خاطر باد محکم گرفته بود گفت از چی میگذره؟ اکبر گفت دوران پادگان خانمش گفت مگه این خانوم اونجا بودن؟ گفتم نه آشنای من اونجا بود و بعد به اکبر نگاه کردم می ترسیدم سوال کنم او هم معذب بود نمیخواست چیزی بگوید بالاخره دل به دریا زدم حاجلی خوبه؟ زنش گفت کدوم ها جلی رو میگه؟ شوهر ناهید؟ اکبر گفت تو نمیشناسی نگاهش رو از من دزدید و گفت بعد از اینکه رفت دیگه ندیدمش ولی میدونم خوبه نفسم بالا نمی آمد. پرسیدم بچه بچه داره؟ با تعجب گفت بچه؟ مگه ازدواج کرده؟ گفتم اون خانم سرب زنش گفت کدوم خانم سرب؟ از این دوستت برام نگفته بودی؟ اکبر گفت خانم سربی نبود گفتم علی شکنجه سربا گفت بله تا اینجا شو میدونم حاجی باشون معامله کرد ده تا از سیر کل گندشون در ازای علی علی رو آزاد کرد زن نداشت علی صدای خودم را نمی کجاست؟ گفت نمیدونم خواهر. جنگ که تموم شد گفتن نیروهای ایرانی باید اونجا رو تخلیه کنن. دیگه از اونایی که من می شناسم کسی تو بوسنی نمونده. گفتم ایرانه؟ گفت من خبری ازش ندارم. گفتم حاجی چی؟ تو همون پادگانه؟ گفت نه لبنانه. زنش گفت بچه سرد شد بریم و رفتند من همونجا ایستادم باد سیلی زدن را شروع کرده بود به باد گفتم زورت همینه؟ من رو ببر جایی پرت کن که اون هست فقط میخوام یه بار ببینمش به خانه مادرش رفتم خیلی سخت بود پیرمردی در را باز کرد و گفت دو سال خانه را فروختند و ساکنان قبلی را نمیشناسد آن شب خواب دیدم که با علی و پدرم در دفترخانه هستیم اما حاجی شناسنامه علی را بر نداشته حتی ما را هم عقد می کند اما تا سیقه عقد تمام می شود می بینم علی در اتاق نیست هیچ جا نیست با وحشت پریدم پدرم به در می زد چیستا؟ یه آقای دم در کارت داره میگه حاج اکبره سریع لباس پوشیدم و دویدم میدانستم دوست علی نمیتواند بد جنس باشد سلام نمیدونم کاری که میکنم درسته یا نه ولی من دوست علی هم و میدونم چقدر شما رو دوست داشت اون کاست اصلا برای اجازه ازدواج نبود کدام ازدواج علی میخواست یکم بیشتر بسنی بمونه اجازه شما رو میخواست که چیزی نگفتین سکوت سکوت کردین.